سلام بیننده های عزیز شبکه جهانی تلویزیون 34 امید، امیدوار هستم که همه شما صحتمند و سرفراز بوده باشید. خواستیم امروز برنامه اختصاصی داشته باشیم در مورد چالش ها و وضعیت جاری در مورد افغانستان، کشوری که با بیش از 40 سال در جنگ های داخلی هنوز هم مردمش قربانی میده. مردم افغانستان فقیرترین جامعه و به بهشت دروغین و به جهنم راستین می سوزد و از رئیس جمهور گرفته تا وزیر، والی، معین و یا با کوچکترین و پایینترین رتبه افرادی جامعه همه میگه که بر ما چی و بر ما چی ارتباط داره. پس چگونه میتونیم با آینده افغانستان دید مثبت داشته باشیم؟ در این برنامه با محترم محمد ایوب توراق، رئیس شورای انجمن امیر علیشیر نوایی مقیم کشور شاهی ناروی در این برنامه با ما هستند و این بحث را دنبال میکنیم. سلام بر شما آقای توغرا. تشکر و هم سلام اتحاد خدا و حضور شما و دوستان بینده تقدیم میکنم. تشکر جناب رئیس. میشه که محور از این برنامه را ما و شما دنبال بکنیم؟ شما میبینید که افغانستان بعد از دهه 75 اگر اشتباه نکرده باشم مشکلات و چالش های امنیتی و اقتصادی و اجتماعی و ادبی و فرهنگی با چالش مواجه شد و بعد از سقوط حکومت دکتر نجیب الله و ورود حکومت مجاهدین به کابل و بعد از اون حکومت مجاهدین سقوط کرد و طالبا آمد و بعد از طالبا هم 2001 میلادی بعد از سقوط برج های ایالات متحده آمریکا و همپیمانانش به این تصمیم گرفت که قوای نیروهای اطلاع به رهبری ایالات متحده آمریکا در افغانستان مستقر بشه و تقریبا حدود 15 یا الا 16 سال میشه که باز هم با وجود از روز اولی که قوای ناتو در افغانستان مستقر شد با تعداد 110,000 نیروهای آیسا به افغانستان مستقر بود و رقم ازی بالاخره تا 2013 به 10,000 رسید که اینا بخش مشوره دهی را بر عهده داشتن. ما میخواییم در این رابطه صحبتی داشته باشیم با چالش های افغانستان و مردمان افغانستان. افغانستان یک کشوری است که پرچالشترین کشور در جهان از تمام موارد که بیشتر ما اشاره کردم، بخش امنیتی، بخش اقتصادی و اجتماعی. میشه در این قسمت واضح بسازین که شما میبینید که رئی جمهورش میگه برما چی، وزیرش میگه برما چی و والیش میگه برما چی و مردمش، معلمش، ترافیکش و همه. پس این چگونه میتوانیم اگر افغانستان باثبات و راهبردی داشته باشیم که راهبرد مشخصی داشته باشه که بتونه آینده افغانستان و مردم افغانستان رو تضمین کرده باشه؟ تشکر فاضل جان. سوال بسیار جالب و بسیار مشکل. افغانستان قسمه گفتن در چندین دهه آخر با مشکلات بسیار زیاد مواجه شده و بدبختانه روز به روز مشکلات افغانستان زیاد شده میره. اما قسمه که شما فرمودین مشکلات بعد سقوط حکومت دکتر نجیب زیادتر شد و قبل از اون مشکلات بود در افغانستان، به سطح زیاد بود در گوشه کنار، تنها در ولایت مرکزی و یا دولت بزرگ در مناطق که دولت سرتاسر حاکم بود یا نوتیس حاکم بود به اونجا بهتر بود، اما در قصا در خریجات که میرفتیم باز مشکلات زیاد تاشتن میرفت. بعد از شکست حکومت دکتر نجیب مردم یک امیدواری داشتن که حالا برادرای ما که خارج از وطن است اونا پس میان در افغانستان و به خاطر آبادی وطن خود خدمت میکنن و وطن آباد میسازن. اما بدبختانه آرزوهای مردم شکست، دلهای مردم شکست و مشکلات در چند است تا چند هزار چند بلند. یعنی او آرزوها و آرمانهای مردم افغانستان برآورده نشد؟ برآورده نشد، حتی اما امیدی که مردم داشتن از بین رفت. بله. و بالاخره حکومت مجاهدین شکست خورد، حکومت طالب آباد که از او بدتر بود، هزار چند از او بدتر بود. و بعد از سال 2001 وقتی که افغانستان پس دوباره در سطح جهانی مطرح شد، حکومت غربی به شمول امریکا آمدن داخل افغانستان، حکومت طالبان را تا
یک حد راندن از مناطق بسیار بزرگ افغانستان و مردم باز هم یک امید دیگه دوباره پیدا کردن. یعنی به شکلی که مردم فکر میکنن که حالا ما یک بخش از روشنایی را از داخل تونل میبینیم، هنوز معلوم نبود که اون طرف تونل چیست. بدبختانه باز هم یک بار دیگه دلای مردم شکسته شد، آرمان هایی که مردم داشت از بین رفت و تمام امکاناتی که در افغانستان آمد با همو کمک های ممالک غربی و شرقی همش به هم رفت و هیچ کس نتانست که یک خدمت خوبتر و بهتر بر مردم بکنن. بله، یعنی به نظر شما ایالات متحده آمریکا یا قوای ناتو یا و یا هم ائتلاف به رهبری ایالات متحده آمریکا عملیات هایی که در افغانستان داشته بر علیه ضد تروریسم و گروه طالبان یا دولت اسلامی و یا هم به پیشرفت و بازسازی بنیادی در افغانستان و در بخش فرهنگ و اقتصاد اجتماعی افغانستان عملکردهای همپیمانان ایالات متحده آمریکا در افغانستان ناکام بوده به نظر شما؟ به نظر من جالب اینجاست ما باید مشکل در وطن خود ببینیم. اگر ما بوییم که آمریکا بر ما کمک نکرد کرد، اگر ما بوییم که حکومت‌های غربی بر ما کمک نکرد کردن، اما ما اگر بخوایم ما مشکل رو حل کنیم بهتر است که مشکل افغانستان در افغانستان ببینیم. تا وقتی که ما سر خود مشکل قبول نکنیم، تا وقتی که ما خود مانایی که ما هم نتونستیم کار کرده، یعنی به اصطلاح گناه را سر خود نگیریم، ما هیچوقت نمیتونیم پیش بریم. مشکل افغانستان همیشه در این است، مشکل مردم افغانستان همیشه در این است که ما همیشه کس دیگه را ملامت میکنیم. در سالهای 1970 و 80 وقتی که روسا آمدن در افغانستان، از طرف روسا میدونم مثلا ما به خاطر بازسازی افغانستان آمدیم. حکومتی که با اتحاد جمهوری شوروی همکار بود اونا میگفتن ما برای افغانستان امنیت میاریم و برای افغانستان بازسازی میکنیم، اما بازم مردم همیشه میگفتن نه، گناه از روس هست. حالا که امریکایی آمده و غربی آمده، حالا گناه از غربی آمریکایی هسته. به این که به نظر من این مشکل سر خود بگیریم، چرا فرزن ما آلی دست مردم شدیم؟ مشکل نه سر پاکستان پردیم، نه سر ایران پردیم. بین از خود شروع کنیم. یک افغان میخزه، یک افغان دیگر میکشه. اما میگم که نه، این نفر فرزند پاکستان رانش کرد یا ایران برش ران کرد. اما در حقیقت یک افغان افغان دیگر میکشه. کمک از جامعه جهانی آمد در افغانستان، باید برای مردم خدمت میکردن، باید برای مردم صرف میشد، باید به خاطر بازسازی آبادی و افغانستان کمک ها صرف میشد، نشد. در جیب چهار نفر رفت. پس بیان قبول کن که مشکل در افغانستان است، از مردم افغانستان است. یعنی به نظر شما پالیسی ها و راهبردی های حکومت افغانستان در این قسمت ناکام بوده و یا هم ملت افغانستان در این قسمت آگاه نبودن و این پولا به جیب مافیا رفتن؟ من از دیدگاه خود گپ میزنم. شاید بسیار کسا امرای ما موافق نباشن، شاید بعضی کسا امرای موافق باشن و شاید اکثر امرای موافق نباشن. من صرف چیزی که من از دیدگاه خود میگم و چیزی که قسمی که من خودم درک کردم. باید بگم که من کدام پژوهشگر هم نیستم، کدام تحقیق محقق هم نیستم و فقط به صورت یک افغان و از تجربه و از دیدگاه خود گپ میزنم. دولت برای ملت کار نکرد و ملت پس اونا رو انتخاب کردن. ملت نتونست که از قدرتی که داره به صورت ملت استفاده کنه و هنوز هم نمیتونه استفاده کنه. بخاطر چی که برای خود گوش نمیکنه هیچ وقت. هیچ کس از خود گپ نمیزنه، همیشه برای کس دیگه گوش میکنه و هر چیزی که از اونا شنید امور قبول میکنه. پشت یک چهار نفر میریم که اونا نترسن بر ما خدمت کنن و هنوز هم خدمت نمیکنه، باز هم میریم پشتون. در انتخابات پیش ریم چند نفر بر خود وکیل گرفتیم، به حکومت خود انتخاب کردیم، رئیس جمهور خود انتخاب کردیم، دیدیم و میبینیم، هنوز هم میبینیم که اونا برای ما کار کردن نتونستن. امنیت کابل گرفتن نتونستن که پایتخت مملکت است. کابل فکر کنم یگانه پایتخت است دنیا که برق نداره. اگر برق داره هم برق منظم نداره. نتونستن که یک برق بر کابل بیارن که از خود کابل باشه یا از اطراف کابل بیاره. و ملت، گناه ملت به نظر همه ایست که باز هم باز ما میگه پس همین را انتخاب میکنیم.
ما نمیتونیم به صورت ملت از اون قدرتی که مردم داره باید استفاده کنه نکنیم. ما به طور مثال که ما دو روز قبل شاهد ازی بودیم که یکی از وکلای پارلمان افغانستان اینا سفری داشتن در ولایت بامیان توسط شرکت هوایی کامیر که دو ساعت بعد از پرواز دو ساعت قبل از این که با میدان هوایی حضور پیدا کنه و اینا ناوقت رسیدن و هواپیما یا طیاره هم طرف بامیان مثلا بامیان پرواز میکنه و بالاخره اینا عصبانی میشن و اونجا آمر اوزه و یا قماندان میدان هوایی را دستور میتن که اجازه نشست برای عامل تیاری مسافرین شرکت هوایی خصوصی کامیر ندهند. شما در این رابطه به چی نظری دارین؟ در این یک کشور که وکیلش قانون توشی میکنه و بالاخره عمل کردش هم خلاف قانون و خلاف همه منافع ملت و دولت افغانستان، یعنی در داخل اجتماع افغانستان و سیاسین افغانستان و قانون افغانستان جایگاه خود داشت، عمل کردهای چنین عمل کردهای وکلای افغانستان؟ ببینیم بسیار جالب است. این تنها یک نفر نیست که کار کرده باشه. زورگویی ها و زورگیری ها در افغانستان یک جزء از فرهنگ شده بدبختانه. هر کسی که در یک قدرت رسید، یا وکیل شد، یا وزیر شد، یا رئیس، یا قماندان امنیه شد، یا قماندان یک سرک در یک پوسته شد، از همون موقف خود استفاده سو کرد و هنوز هم میکنن و ملت هیچ چیز گفته نمیتونه برشان بخاطر که اونا زور هستن، زورگویی میکنن و ما ملت قبول میکنیم که اونا زورگویی کنه، باید نمیره قبول نکنیم. ولی ایره فراموش نکنین آقای توغراق که زور ملت زور خداست. اگر یک ملت حرکت بکنه و بدون از زور خدا هیچ قدرتی نمیتونه در مقابل زور استفاده کنه. منظور من است که ملت از زور خود استفاده نمی کنه، نکرد و هنوز هم از مفکوری خود هیچ کس استفاده نمی کنه. بسیار کم اشخاص، بسیار کم پیدا میشه به او جمعیت تقریبا 30 میلیونی افغانستان که از طرز تفکر خود استفاده کنه، از دیدگاه خود گرد بزنه. یک بدبختی بسیار بزرگ است در افغانستان. به نظر من اگر ما بتانیم که جوانای خود از جوان ها خواهش کنیم که اونا سطح دانش خود بلند ببرن، سطح آگاهی خود بلند ببرن و از خود استفاده کنن، از عقل خود استفاده کنن، از فکر خود استفاده کنن. سطح دانش خود میتونن در مکتب بره درس بخونن، در فاکولته بره درس بخونن، در یک بخش مسلکی درس بخونن، سطح دانش بلند میره، در رشته مسلکی خود بسیار سر یاد میگیره، در پوره سطح آگاهی خود آدم استفاده بلند بره. از جامعه که زندگی میکنین از او باید یاد بگیریم، از جامعه که در اطراف ماست، از همسایه های ما، از جامعه جهانی، از ممالک غربی، شرقی، امریکایی، روسیه، از اینا باید بیاموزیم. و ما یکی باید بفهمیم که سیستم های در دنیا هست، در دیگر ممالک هست که اینا چقسم استفاده میشن، تکنولوژی در کجا رسیده. هر وقت ما بتانیم که سطح دانش و سطح آگاهی خود بلند داریم، در اون صورت میتونیم که از عقل خود، از فکر خود استفاده کنیم. اما بدبختانه امروز از عقل و فکر خود ما هیچ استفاده نمی‌کنیم، همیشه از یک کس میشنویم و به گناه رو سر کس دیگه میندازیم. ببینین بعضی از بسیار انسان‌های دانشمند ما، بسیار آدم‌های فامیلی ما دست از تلویزیون، دست از رادیو ما مصاحبه میکنن، محققین ما، کسایی که دست از دولت کار میکنن یا در پارلمان هستن یا از پوانتون دانشگاه میان، بسیار گپ خوب میزنن، بسیار شده از اینا باید یاد بگیریم. اما بدبختانه اکثرا یک مرفت بسیار کم است، اکثرا وقتی که میشنم در مصاحبه ها همیشه ما میشنویم، از خود ما هیچ چیز نمیگیم. از فرضاً از خبرنگار بی بی سی میشنویم، از خبرنگار سینین میشنویم، از خبرنگار سپوتنیک روسیه میشنویم، فقط از رادیو ها میشنویم، پس همون به زبان خود میگیم. وقتی که از یک کسی که باید سر موضوع سیاسی تحلیل کنه، از یک تحلیلگر سیاسی خود یک کسی میشنویم، تقریبا 80 یا 90 فیصد تحلیل سیاسی همی تحلیلگر ما بدبختانه به اساس گفته های دیگه است که از خود نمیخوان چیز بگن و نمیگن. این یک مشکل بسیار بزرگ در افغانستان است. اما بازم بفهمیم که یک تعداد از
دانشمندان ما هست بسیار بسیار بلند، بسیار دانشان هست، حتی آگاهشون بسیار بلند است و گپای بسیار خوب میزنن، از خود گپ میزنن. اما گپای از اونا صحبت های از اونا میزگیردهایی که در افغانستان سیاستمدارای افغانستان یا استادای دانشگاه یا هم پانتون ها صحبتی میکنن، اصلا ما فکر میکنم که در این قسمت حکومت گوش خود کر انداخته و هر نوع آلت حرکت های مدنی میشه، مظاهره میشه، تظاهرات میشه، ایش مفهومی در مقابل حکومت نداره، یعنی معنای خاصی برای حکومت نداره، یعنی حکومت به این توجه نمیکنه. تنها ارگان های امنیتی و سکتور امنیتی را دستور میده به خاطر تدابیر امنیتی و او هم میبینین که بچی مشکلات ها دوچار میشن در قسمت موضوع امنیتی، انفجار و انتحار، این همه. از اینا میگذاریم. آقای ایوب عزیز، در قسمت جوانای افغانستان که شما هم یکی از جوانای افغانستان هستین، بیش از 1,000,000 ما جوان معتادی را داریم که در سطح کشور با نابسامانی های بسیار بزرگی داره زندگی میکنن و هر روز اینا از بین میرن و تعداد از اینا اکثریتشان به ایران میرن، مهاجر میشن و از طرف وقتی که از طرف حکومت ایران پس دیپورت میشن به افغانستان، اینها همه جوانایی هست که سالم میرن و بالاخره مریض و معتاد و اعتیاد به مواد مخدر پس به افغانستان برمیگردن. چگونه میتونیم در این قسمت یک روشنی بندازیم که چگونه میتونیم از این جلوگیری بکنیم و حکومت با چی راهبردی و چی پالیسی با داشته باشه که بتونه از این مشکلات و از این چالش ها جوانان را جلوگیری بکنه تا با مواد مخدر روی یکی از بدبختی بسیار عمده افغانستان غربت است. نداشتن کار، نداشتن پیشه و اقتصاد ضعیف باعث میشه که جوانان ما از وطن برن و به دنبال یک آینده بهتر یا به دنبال یک کار، به دنبال یک مقدار پول ناچیز در یک از ممالک همسایه میرن یا کوش میکن بعضا طرف ممالک اروپایی و امریکایی که یک زندگی آرامتر پیدا کنن. بدبختی اساسی غربت است. بدبختانه جوانان ما میرن از افغانستان میرن در ایران و پاکستان، اونجا هم کار پیدا کردن میکنن، اونجا هم از بسیار از بد بدتر میشن. به گفته بسیار عام که میگیم از باران میگرزیم زیر نوا میشنیم، بعض وقت دو دوچار میشن و یک چند روپه که در افغانستان داشتن، یک دارایی که داشتن، او را میخورن تا مصرف خود بکشن تا ممالک همسایه بیان و در اونجا کار پیدا نمیکنن، زیر فشار روحی میان و دیگه هیچ راهی نداره. و بدبختانه هم با یک چند نفر دوست نادرست در اونجا به تماس میشن و رو میارن در مواد مخدر به خاطر که به گفته خودشان یا بعض کسا از غم بین که غم خود را گم کنیم. آهسته آهسته بالاخره معتاد مواد مخدر میشن که وقتی که معتاد مواد مخدر شد بسیار مشکلات بزرگی دچار میشن، مجبوریم که مواد مخدر برخود پیدا کنه، پول نداره چی میکنه، یا دزدی میکنه یا زورگویی میکنه یا سرکس سر مالکس چشم میدازه. به یک شکل باید مواد مخدر برخود پیدا کنه چون او معتاد شده، دیگر رای نداره. وقتی که افغانستان هم میه دولت برای فعلا اقدر برای مردم هایی که معتاد هستن کمک کرده نتانستن و بازم اما سالانه میلیارد ها دلار در افغانستان سرازیر میشه از سوی جامعه جهانی. چگونه حکومت چنین راهبردی نداره و پالیسی درستی نداره و مشکل در کجاست؟ یعنی به نظر شما این پولا حیف میل میشه؟ خیلی اگر بسیار ساده و واضح است همه این میفهمه که کمک ها میان اما به قسمی که باید مصرف شده نشده، هیچ وقت نشده، تابان نشده. ما چندین سال که در افغانستان بیرون برم بریم و بسیار مشکل، اگر من چیزی باید راجع به کارهایی که دولت افغانستان کرده اگر بایم شاید درست نباشه چون من از افغانستان چندین سال است دور هستم. تا جایی که میشنم، تا جایی که میبینیم، تا جایی که تماس دارم با مردم با داخل افغانستان و خارج افغانستان میبینیم که چالش ها بسیار زیاد است، مشکلات بسیار زیاد است، اما راه حلش بسیار کم گرفته میشه.
ای که چرا فرزن حکومت نمیکنه یا نمیتانه، این یک مشکل، یک بحث بسیار بزرگ عمده است. و پس در اون گپ سابق بگیم که مردم پس چی میکنه. درست است، مردم اگر از اون زور مردمی خود استفاده کنه که برای مردم پس دوباره رای ندن. شما پیشتر گفتن که مظاهرات میشه، همه کار میکنه مردم، اما هیچ کس گوش نمیگیره. وقتی ما بعض وقتا یک مظاهره میکنیم پس اعلام میکنیم پشته، ما میخزیم گپ میزنیم، میز مداره ترتیب میتیم، گپ میزنیم پس پشت اعلام میتیم. ما باید پشت کار باید داشته باشیم، هر گپ که زدیم پشت باید بگیریم تا وقتی که ورده کرسی بشانیم. درست است مردم در بعض حالت ناچار است چون زور نداره، بس یک فرد یا یک گروه با کوچک. اگر ما گروپ خود بزرگتر بسازیم باز زور هم داریم. اگر مردم بخواه هر کار میتونه، و دولت که چرا کمک نمیتونه، او یک بحث بسیار بزرگ دیگه است که شاید مشکلات بسیار زیاد است در دولت افغانستان. ای که کمک های جهانی برشان چه قسم میه، به کدام حالت میه، توقع های جامعه جهانی از دولت افغانستان چی است، تا کدام حد دولت افغانستان میتونه همون توقع ها را برشان مهیا بسازه برسانه، و آیا چه کسانی در رأس همین پروژه ها قرار داری هم بسیار زیاد مهم است. بعض وقتا متاسفانه انسان هایی که باید همین کار را بکنه، انسان های مسلکی که باید همین کار بکنه، شامل وظایف نمیشن. انسان های غیر مسلکی وظیفه وظایف میگیرن و نمیتونه پلان گذاری درست بکنن. خشونت علیه زنان به اوج خود به افغانستان رسیده. شما میبینید که رخشانه در غور سنگسار شد، همچنان ده خانم دیگه و زنهای دیگه در افغانستان به طور مرموز همه روزه کشته میشن و در مقابل از اینا همه روزه ظلم قرار داره و ظلم از سوی شهوار و افراد زورمند در افغانستان هنوز هم ای قربانی بر زنها وارد میشه. در این قسمت ما میخواییم که بیشتر از زمان شما بشنویم که چگونه میتوانیم این مشکل حل بسازیم و چگونه میتوانیم که یک راهبرد مشخصی داشته باشیم تا بتوانیم جامعه زنان افغانستان تا الگویی باشه برای زنای دیگر کشورهای آسیای میانه و کشورهای جهان. بدبختانه خشونت علیه زنان یکی از پدیده‌های بسیار رقابت‌بار و بسیار ظالمانه است در افغانستان در جریان است. با قسم اگر واقع دارد تا میگم شاید بعض کسی سرمقار شوند، اگر ما مردم گناه رو سر خود بگیریم شاید مشکل زنها حل شده. خشونت بالای زنها از طرف کی میشه؟ از طرف مردم میشه، از طرف ما میشه، ما مردها. مشکل اساسی بر سر ما است، نه سر زنها. اگر ما حق زنها رو همون قسمی که خداوند و رسول الله برشون بگیریم بکنیم، هیچ وقت مشکل نمیداشته باشن. ما در جامعه زندگی میکنیم که بدبختانه از دین بسیار کم آگاهی داریم. ما فقط کورکورانه پشت گپهای قدیم و سابق گفته شده، حتی ثبوت هم نشده، میگردیم و همون رو قبول میکنیم. بخاطر چی؟ بخاطر ما سطح دانش ما بسیار پایین است و سطح آگاهی ما بسیار زیاد پایین است. ما از دین خود بسیار کم میخونیم. اگر ما از شریعت اسلامی خوبتر بفهمیم، همین خشونت بسیار زیاد کم میشه، حتی باید نباشه. در دین اسلام بر زنها حق قائل شده. دین اسلام یگانه دین است که بر زنها حق بسیار زیاد داده، اما ما مردها همین حق بر زنها نمیدیم، خصوصا ما مردهای افغانستان. پس مشکل سر ما مردها است، نه سر زنهای بیچاره. برمیگردیم در قسمت آخر برنامه رسیدیم. برای بیننده های عزیزم خسته کن نشده باشه، می خواهیم در آخر در مورد وظیفه خود شما و زندگی که در ناروی دارین می خواهیم که در قسمت کم معلومات و روشنی برام بپردین. در ناروی چی میکنین و مصروف چی هستین شما و چی کارهای بر مردمایی که در این کشور زندگی میکنن از افغانستان و در این شورا که شما رئیسش هستین چی پلانا دارین و در آینده بکنین برای در بخش مخصوصا جوانان که در این قسمت تحصیل میکنن درس میخوانن؟
انجمن فرهنگی نه یک انجمن بسیار فعلا ما در اسلو دفتر مرکز داریم و هدف ما همیست که ما هماتمه خود گره هم جمع کنیم و اگر بتونیم با هم سال چند بار بشینیم و فرزن روزهای اید خود یک جای سپری کنیم، روزهای جمعه یک جای باشیم یا بعض معافل خود میگیریم یک جای باشیم و از این طریق میبوتیم برای اکیده کمک کنیم به خاطر که ما همیشه انسان همیشه به کمک یک دیگر ضرورت داریم. وقتی که یک جای میشیم، یک گروپ یک جای میشیم، 10 نفر، 15 نفر، 100 نفر با هم دیگر میشیم، گپ میزنیم، این چیزی که همیشه ما یک جای نیستیم، از مشکلات یک دیگر خبر میشیم، از چالش های زندگی که داریم خبر میشیم و از تجارب یک دیگر ما میتونیم بیاموزیم. هدف ما همیست که ما یک جا شیم و با از یک دیگر بیاموزیم و با یک دیگر کمک کنیم و هدف انجمن ما برای جوانان همیست که ما میخوایم که جوانای ما که در ناروی هست اینا باید درس بخوانند، باید درس بخوانند، سطح آگاهی خود بلند ببرند و در جامعه به شکل بسیار قوی باید تبارز بکنند و در پست های بسیار خوب و دولتی و شخصی باید جای خود بگیرند. بخاطر که این جامعه ما زندگی میکنیم تمام امکانات در این وجود داره، از امکانات باید استفاده درست بکنیم. اگر از امکانات استفاده نکنیم همه چیز از پیش ما میره و ما میخواییم که یک سرمایه گذاری بسیار خوب برای اولادای خود بکنیم و بهترین سرمایه گذاری برای اولاد ما درس دانش است. بله دقیقاً همونطور که شما گفتین، این جوانا باید در برای آینده خود بسازن و برای آینده آمادگی بگیرن و انشالله که کامیابی از مردم افغانستان است. و بیننده های عزیز، ما در آخر برنامه قرار داریم و میخواییم جناب رئیس صحبت های شما را و پیام شما را داشته باشیم بر مردم افغانستان و بر جوانا داشته باشیم. کدام پیام میشنیم؟ پیام ما فقط همیست که خوستم بر جوانا، لطفاً کوشش کنید که سطح دانش خود بلند برین. درست میفهم که مشکلات بسیار زیاد در افغانستان، غربت بالای همه چیز تاثیر بسیار بد منفی خود داره. جوانای ما نمیتونن که به اساس مشکلات اقتصادی که دارن نمیتونن فرزند درس خود پیش برن یا برن درس بخوان یا در پانتونا شامل شون. اما تا حدی که میتونن کوشش کنن، هر وقتی که یک هدف باید داشته، هدف داریم و با خاطر هدف میری کار میکنیم، حتما در یک جای میرسیم. خصوصا کسایی که امکانات دارن با این از امکانات استفاده کنن و کسایی که امکانات نداره و کسایی که امکانات دارن برای باید کمک بکنن. این یک پیوند انسانی است که ما به صورت انسان بتونیم برای یکدیگر کمک بکنیم. و پیام ما فقط همین است که لطفا درس بخواهن، لطفا سطح دانش و آگاهی خود بلند ببرین تا بتونین از خود، از نظر خود کار کنین و از نظر خود باید پیش برین، نه ای که با گفتار مردم بشنوین، نه ای که فرزن از چند نفر بشنو پس همو گپ دوباره تکرارم بگن. درست شنیدن بسیار خوب است، از تجربه بزرگای خود ما باید بسیار سر یاد بگیریم، از دانشمندای خود ما یاد بگیریم و در پولی از اونا یاد گرفتم. ما از خود باید یک چیز بسازیم، از خود باید یک چیز بگیم، نه اینکه تنها همون گپای اونا رو دوباره پس تکرار بکنیم، یک زبان دیگه به شکل دیگه دارم همون گپای کشونی پس بگیم، پس ما رشد نمیکنیم. ما میخوایم که اونا از خود رشد بکنن، خود رشد بتن. تشکر از اینکه در برنامه ما حضور یافتین. امیدوار هستم که صحبت های خوبی داشتیم و امیدوار هستم بیننده ها از این برنامه خسته نشده باشند و خوش آمدین در برنامه. بله بیننده های عزیز شبکه جهانی 24 امید، همانطور که بحث و صحبت هایی که داشتیم شما شنیدین، افغانستان قبلن هم ذکر کردیم که یک جامعه فقیر در بهشت دروغین و به جهنم راستین می سوزه، مردمانش همه روزه کشته میشه، قربانی میده، اردویش شهید میشه، زخمی میشه، پلیسش هموتا، مردمش هموتا، ولی این قربانی هنوز هم ادامه داره و از مردم ما قربانی میگیره و خونهای مردم ما، پیر و جوان، طفل، اطفال ما همه روزه در جوها جاری است، در حملات انتحاری، در شدفکنی و این خونها هنوز
خشک نشده و در پی در پی هم هنوز هم جاری است. امیدوار هستم که این برنامه را به دقت گوش کشیده باشین و خسته نشده باشید. تا به برنامه بعد که باز هم به حضور شما با یک برنامه دیگر اختصاصی در حضور شما با هم میرسانیم، شما را به لای یکتا میسپاریم. بدرود. یا خدا نکرده باشی.
دم دادی دواشی.